سلام دوستان عزیز، به تحلیل دوم مهر ماه چهارشنبه خوش اومدید و امیدوار هستم که این برنامه رو تا آخر دنبال بکنین چون نکات خیلی خوبی رو براتون در نظر گرفتم. قیمت دلار رو با هم دیگه نگاه میکنیم که امروز دلار قیمتش تقریبا میشه گفتش به 27.500 هم رسید. البته الان که ما داریم صحبت میکنیم 27.400 هستش، ولی خب تا 27.500 هم امروز رسیده و خب این بالاترین قیمت دلار در کل تاریخ ایران هستش که ما امروز شاهدش بودیم. در هر حال برگردیم به بورس و ببینیم که امروز چه حال و هوایی داشت بورس. ساعت 10 نگاه میکنیم که تقریبا خوبه برای بورس امروز و تعداد سبزها بیشتر هستن. نکته قابل توجه اینه که توی خودرویی ها امروز خودرو سبز شد و یکی دو تای دیگه هم میبینیم که سبز بودن. فرآورده های نفتی شبندر و شبریز امروز سبز بودند، ولی خب شپنا و شتران در نهایت باز قرمز شدن. توی فلزات اساسی تقریبا وضعیت خوبی رو داشتیم، از ده صبح میبینید تقریبا همه سبز هستن. بانک ها و مؤسسات و تجارت و به ملت خب تقریبا مثل روال خیلی روزها سبز بودن. دی سبز بود و یکی دوتای دیگه هم همین اتفاق براشون افتاده بود. توی پتروشیمی ها هم تقریبا 90% امروز سبز بودن. هنوز ما توی گروه هایی مثل دارویی ها و مواد غذایی مشکل زیاد داریم، حرکت چندانی رو نمی‌بینیم. توی سیمانی ها همینجور، غیر از سیتا که خب حرکت شده یکی دو روز شروع کرده، بقیه هاشون هنوز در حالت سکون هستن که امیدواریم اینها هم به زودی مرتفع رفع بشه. بعدی ساعت 11:12 نگاه میکنیم که تقریبا میشه گفتش که مثل همون قبلی خیلی فرق نکرده. حالا یه چندتایی از فرآورده نفتی مثلا بیشتر قرمز شده. خودرویی ها باز اول صبح اوضاعشون بهتر بود، خودرو تقریبا به صفر اینجا نزدیک میشه، بقیه ها فرق زیادی نداشتن و در نهایت این ساعت 12:30 یا آخر بازار هستش که نگاه میکنیم و باز همون خبر خوب، خودرو امروز با سبز کار خوش رو تمام کرد. یک دوتا خودرویی هم سبز شدن. پتروشیمی ها رو میبینید که تقریبا امروز همه سبز بودن. فلزات اساسی همینجور و متاسفانه هنوز توی دارویی ها ما حرکت خیلی خوبی را نمی بینیم، در حالی که الان اخبار و بررسی ها را در ارتباط با این دارویی ها براتون انجام خواهم داد که خب جالبه. مثلا نگاه بکنید، امروز یه خبری اعلام شده که افزایش 126% درآمد دبالک را در شهریور اعلام میکنه که خیلی جالبه دیگه. ببینید یک ماهه منتهی به شهریور 31/6/99 126% افزایش سود داشته مشابه سال قبلش. یعنی این شهریور نسبت به شهریور سال قبل 126% اومده و سود بیشتری را دبالک کسب کرد. حالا بریم رو نمودار دبالک ببینید. دبالک دوستان یه سهمی بوده که برای خودش آروم داشته حرکتش رو به درستی و خوبی توی کانال انجام میداده. این الان از کیه؟ از 23/4/98. قبلش هم تقریبا کاناله حالا یه ذره بالا پایین، ولی خب کانال سعودی خودش رو داشته، یه چیز غیر عادی توش نمیبینیم. غیر از اینجا که ببینی یه ذره از کانال رفته بالاتر و از اون مجدداً برگشته، در کل سال این دبالک داره توی کانال خودش حرکت میکنه. الان میگه که این شهریور نسبت به شهریور پارسال 124% افزایش سودش بیشتر شده دیگه. یعنی که الان ما بیایم CA1 شهریور پارسال رو نگاه بکنیم، اینجا میشه قیمت بوده تقریبا 820 تومن.
یعنی به همین نسبت سود، یعنی ما بحث تورم اصلا در نظر نگیریم، گرون شدن دلار رو در نظر نگیریم، که چه میدونم اتفاقات خوب دیگه توی شرکت افتاده، هیچ کدوم اینا رو در نظر نگیریم، بگیم آقا نسبت به همین سودی که پارسال شهریور امسال داریم میگیم 126%، چند درصد بود؟ 124 بود، 126 بود، حالا بذار دقیقش رو ببینیم، 126% بود، بعد 126%ی که افزایش پیدا کرده، اگه نسبت به همین بخوایم بگیم افزایش پیدا کرده، یعنی قیمتش 820 تومن 126% افزایش پیدا بکنه، که خیلی چیز کمی ها، یعنی حداقل رو الان من در نظر میگیرم نسبت به پارسال، بایستی شده باشه الان یه چیز حدود 900 خورده به قیمت 830 تومن اضافه بشه با 126% و یه چیز یه حدوداً قیمت 1000 رو چقدر میشه الان 800 و حدوداً بشه مثلا 1800 قیمتش، یعنی بیاد اینجاها، یعنی الان نگاه میکنیم از اون حد اقل 126% که الان به قیمت الانش باید اضافه بکنیم، این کمتر روش کرده، یعنی 830 تومن رو شما 126%، بله تقریبا 1000 میشه، 1000 میشه تقریبا 1820 باید باشه، یعنی اینجا باید باشه دیگه حد اقلی، در حالی که ببینید این همیشه کانالش درست بوده، یعنی الان ما انتظارمون اینه که واقعا این باید اینجا باشه، این تو کانال خودش باشه، چیز حدود 3000 باشه، و الان نگاه میکنید که قیمت نسبت به کانال و اون حرکتی که این سهم به درستی داشته از پارسال تا الان تقریبا نصف هستش، و تمام این به نظر من ناشی از جو بازار. ببینید ما یه بار اومدیم بعد از اینکه مثلا حدود یک ماه خساپا باز شده بود، اگه یادتون باشه من خساپا رو براتون تحلیل کردم، خساپا، خگستر و خودرو رو موقع من تحلیل کردم، یه ویدیو گذاشتم که الان اون ویدیو رو براتون میذارم این بالا، اون ویدیو رو حتما ببینید، حتما ببینید اون ویدیو رو، چون بحث افزایش سرمایه ها و به نوعی یه نوع فریبی که داشتن میدادن اون زمان رو من دقیقاً اومدم گفتم به دوستان که فریب نخورید، الان خساپا و خودرو دارن سرمایه گذاری خودشون رو به نوعی فریب میدن. علتش رو هم ببینید، این الان همون تحلیله، گفتم آقا جون الان ما یه چیز زهود 3-4 کانال اومدیم بالاتر، یعنی کانالی که خساپا داشته حرکت کرده این بوده، بعد اومدن 1-2 ما بستند خساپا رو، بعدش افزایش سرمایه زیاد بهش دادن و یهویی از سوی کانال 2 که حالا مثلا اینجا طبیعی بود، اگه تو این کانال حرکت میکرد باز گفتیم مشکلی وجود نداشت، ولی دو تا کانال بالاتر از این رسید، یعنی الان من یه خط دیگه اینجا بکشم ببینید که میگم دو تا کانال بالاتر از این رسید یعنی چی، یعنی اگه من یه خط دیگه هم اینجا بکشم بگم آقا جون این کانال اصلی خود خساپا بوده داشته حرکت میکرد، بعد حالا افزایش سرمایه داده، نمیدونم چند ماه تعطیل بوده، بورس رشد کرده، اینا همه قبول، تو این کانال باید حرکت بکن، دیدیم که این اومده تو این کانال 3 که نه، اومده تو کانال 4 رفته، و الان که اومده پایین به نظر من طبیعیه که تو همین کانال 2 حرکت کنه، یعنی الان تو این کانال حرکت کنه هیچ چیز غیر طبیعی توش نمیبینیم، انتظار نداریم که این بیاد مثلا تو کانال 1 هم حرکت بکنه، به خاطر اینکه بالاخره تورمی که داشتیم، اتفاقاتی که تو کشور افتاده، قابل قبول اگه تو این کانال حرکت کنه، ولی در ارتباط با یه سهمی مثل دبار که داشته به درستی تو کانال خودش حرکت میکرده، این که مثل خساپا نیمده 4 تا کانال، 2 تا 3 تا کانال بالاتر، که مثلا بگیم آقا کانال 2 اینجا، کانال 3 اینجا، و مثلا کانال 4 هم بشه اینجا، بعد اگر که این دبارک قیمتش از اینجا اومده بود اینجا، مثلا رسته به قیمت 9000 خورده ای، الان بله درست بود که از 9000 خورده ای بیاد برگرده مثلا حالا بگیم تو کانال 2ش بشه مثلا 4700 4500 دیگه، حالا تو کانال 1 هم نیاد، کانال خوش نیاد اینجا بیاد، اما ببینی این دیگه خیلی غیر طبیعیه، این نه تنها بالا نرفته بود، بلکه الان دوتا کانال هم از کانال خودش اومده پایین تر،
یعنی اگه من یه کانال اینجا در نظر بگیرم، این کانال خودشه، این دو تا کانال هم از اون کاناله اومده پایین تر به اینجا رسیده قیمت. و خب به عقیده من اینها درست میشن، اینا بر میگردن به اون کانال های اصلی خودشون و میان توی این کانال حرکت میکنن تا یکی دو ماه آینده، همونطوری که خساپا و خگستر و خودرو از کانال های غیر طبیعی و غیر عادی خودشون به کانال های خودشون دارن بر میگردن و برگشتن. اون زمان خیلی از دوستان من گفتم آقا شما چی داری میگی، اینها همینجور دارن روش میکنن، شما اشتباه تحلیل کردی، نمیدونم ما رفتیم فروختیم روی اون تحلیل، الان ببین بدبخت شدیم، این اینجا بود مثلا شما گفتی الان اومده اینجا، و از اینجور صحبت ها. کامنت هاشون هم همه هست توی کانال، برید ببینید، ما هیچ کامنتی رو هم پاک نکردیم که دوستان مطمئن باشن که اینها هست. ولی خب ما داریم تحلیل میکنیم دوستان، ما بر اساس حمایت های دستوری که اینجا صحبت نمی کنیم، ما بر اساس تحلیل بازار و اون اتفاقاتی که داره روی قیمت های سهام ها واقعا میفته داریم صحبت میکنیم. این چیز غیر طبیعی را ما اون روز دیدیم، اومدیم گفتیم به خیلی از دوستان که آقا این مراقبت را از خودتون داشته باشید، ورود نکنید به این همچین سهمایی. متاسفانه با اتفاقی که افتاد و این دستوری هایی که دولت اومد و ایفا کرد، الان خودرویی ها بیشتر از همه اوف کردن. اما دیگه من نمیدونم چرا مثلا یه همچین چیزی گریبانگیر اینجور زعما رو گرفته، در حالی که مثلا حالا شما بیایی همون خسابارم بررسی بکنی، بعد از نظر سوددهی ها اینا خیلی سود چندانی ندارن، ضرر ندن خیلیه، یعنی آخر سال میان میگن ما تازه ضرری هم داشتیم. اما بعد میام نگاه میکنیم بابا این بنده خدا که داره میگه من نسبت به پارسا 126% هم سود کردم. و خب اینجاها هستش که ما باید یکم هوشمندانه فکر بکنیم و این موارد رو در نظر بگیریم، سودهای شرکت ها رو اگه دارید بنیادی کار میکنید. این از نظر بنیادی الان ورود به این همچین سهمایی خب خیلی خوب هستش، هم قیمت ها خیلی اومده پایین، هم اینا قطعا به کانال های خودشون در آینده برمیگرد. البته اینجا صحبت هایی که ما میکنیم همیشه من گفتم نه به کسی میگیم چی یا بخر، نه به کسی میگیم چی یا بفروش، فقط داریم یه نظری میدیم، یه تحلیلی میکنیم که آقا در آینده شما دوچار اشتباهاتی نشوید، یا اینکه بالاخره فکر نکنید همیشه توی موضع فروردین و اردیبهشت امسال هستیم، در هر حال متفاوت میشه هر دفعه دیگه، الان بالاخره اینجوری. خب الگو ساعتی های امروز رو ببینیم که خب نسبت به دیروز تعداد الگو ساعتی ها کمتر، البته خب امروز شاخص هم مثبت شد و ببینید امروز شاخص تقریبا حدود 2% مثبت که خیلی خوب بود و به همون کف کانالی که ما گفتیم واکنش خیلی خوبی نشون داد شاخص. امیدوار هستیم که به زودی این RSI هم اینجا همدیگر قطع کنند و برگردن که حالت خیلی خوبی میشه اگه این اتفاق بیفته، چون الان رو CCI سر اومده بالا. حالا بعد از دوستان میگن شما چه CCI یا RSI با هم دیگه باز میکنی، اینا تقریبا شبیه همه. بله تقریبا هم شبیه همه، فقط ببینید یه مقداری شاید یه سیگنالی زودتر به من داده باشه که سیگنال این سر این اومده بالا، پس من انتظار دارم RSI هم مثلا فردا سرش بیاد بالا. آرون که خب دیدیم دیروز خیلی خوب بود، همدیگر اینجا قطع کردم، امیدواریم این نارنجی باز بره بالاتر و این آبیا بیاد پایین‌تر تا روال سعودی بورس رو داشته باشیم. مومنتوم هم تقریبا حرکت با یه شیب خیلی کم سعودی رو داره انجام میده که امیدواریم شیبش بیشتر بشه، مثل اینجا مثلا شیب تندی رو پیدا کنه و بیاد بالا، امیدواریم اتفاق بیفته. مکدی هم تقریبا خوب بود، باز اون نقطهش کوتاه‌تر شده و نکته خیلی قابل توجه روی شاخص هموز هستش، یعنی الان شاخص هموز را نگاه بکنید، الان این هموزنه امروز تقریبا 1300 مثبت شد و یه مقداری هم کندلش اگه دقت بکنید سبز شد، خیلی کم سبز شده و این خیلی برای ما مهم هستش که هیچ هموز بستی مثبت بشه که ان شاءالله
اتفاقات خوب بیفته. خب هنوز آرانش هم دیگر قطع نکردن، مومنتومش هنوز یه مقدار صعودی شده ولی هنوز به اون اندازه که ما میخوایم نیست. از نظر مکدی اوضاعش خیلی بد نیست. آرسای هم امیدواریم که برگرده به سمت بالا، و خب مثل اینجا ها که اومده بالا، مثل اینجا اگه با این شیب برگرده بالا میبینید که بعدا چه صعود خوبی هم میتونه، مثل اون موقع ها مثل قدیمایی که خوب اومد بالا، میبینید اینجا چجوری اومده بالا و بعدا هم چقدر خوب حرکت کرده داشته باشیم، از همه نمادها داشته باشیم. اون موقع بلگو ساعتی های امروزمون بیمه کوسر بوده، کوسر با نماد کوسر سارون بوده، سیمان ارومیه سه حکمت بوده، سیمان حکمتان شیران بوده، صنایع شیمیای ایران که خب خیلی الان قیمت شیران خوب هستش دوستان. حالا انشالله من یه برنامه نوید یک برنامه زندم بهتون بدم، پنجشنبه جمعه یک برنامه زنده توی اینستاگرام میخوام بذارم، یک سری از این سهام هایی که تقریبا الان هم کف کانالی هستن هم مستعد خرید هستن، اینها رو بهتون معرفی بکنم، صرفا جهت معرفی که فکر کنم 10-20 نماد خیلی خوب را بتونم بهتون معرفی بکنم که قطعا شیران میتونه یکی از اونها باشه. الگو ساعتی بعدیمون دارو هستش، ماشینالات و تجهیزات و توشه، فلزات اساسی، فولاد که باز امروز میبینیم الگو ساعت داشت، دو سه روز پیش هم الگو ساعت داشت و به خوبی داره میاد بالا. شبریز امروز الگو ساعت رو زد، از منفی 2 به 4 مثبت رسیده که 6% خیلی خوب بوده، و کدما از 1.88 به 5 رسیده. زملارت، حالا این که جزء ارز اولیه هستش و الگو ساعت نیست، در حالا حجم مبناش رو پر نکرده، تا کدما رو باید نگاه بکنیم که حجم مبنا پر نشده یا شده، اینو نمیدونم، در حال این مثلا خودتون نگاه بکنید، ما فقط گفتیم که به چه صورتی اینها هست. عرض کنم خدمتتون که خبر بعدی خبر خیلی خوبی بود که سفارش فروش کمتر از 500,000 تومان رو ممنوع کردن. این از این نظر میتونه اهمیت داشته باشه که برخی از حالا افراد یا حالا با کد حقیقی حقوقی هر چیزی می اومدند و قیمت‌های ساختگی درست می‌کردن، یعنی قیمت‌هایی که درست می‌کردن درست نبود. مثلا می اومدند یک سهمی را 100,000 تومان با قیمت‌های فروش متفاوت می‌گذاشتن، یک شما مثلا 1000 تومان، یک شما مثلا 990 تومان، بعد 980 تومان، 970 تومان، حالا یه چیز ناچیزی میفروختن ولی قیمت رو دستکاری میکردن اونجا، که خب خوشبختانه این رو ممنوعش کردن و یه اختاری هم دادن کسی بیاد این کار رو بکنه، بعدا کدش رو اصلا معلق میکنن که بفهمن کسی داره به این صورت وارد میشه. یک کار دیگه که حالا این یک کارش رو عجیبه به نظر من اومدم، گفتن آقا معاملات الگوریتمی رو تا اطلاع ثانوی ممنوعه. حالا اصلا معاملات الگوریتمی چیه؟ ببینید معاملات الگوریتمی یک تو معاملاتیه که کامپیوتر حساب میکنه، یعنی که همین صحبتهایی هست که الان ما داریم میکنیم در ارتباط با بحث تکنیکال، که آقا مثلا موقع ورودی سهم کیه، موقع خروجش کیه، نمیدونم الان فکر بکنید که روی این نمودار چه اتفاقی افتاده، روی اون نمودار چه اتفاقی افتاده، تمام اینها را بشنه کامپیوتر حساب بگه آقا مثلا این سهام ها امروز حجم خوبی زدن، بعد مثلا میانگین متحرکشون نسبت به میانگین مثلا یک ماه بهتر بوده، حجمشون هم که خوب بوده، نمیدونم دو سه تا پارامتر دیگر هم بشنه حساب بکنه و بعدا خرید بکنه. خب وقتی کامپیوتر هستش یهویی میتونه مثلا 500 تا سهم توی مثلا 20 دقیقه نیم ساعت تحلیل کنه، در روز مثلا میتونه 10 بار بیاد و چیکار کنه، کل بورس رو تحلیل بکنه و بعدا مثلا خریدهای بهتر یا انجام بده. حالا من گفتم آقا این کار ممنوع، حالا خیلی جالبه چجوری میتونم بفهمن؟ فرض کنین الان من روی کامپیوتر خودم نصب کردم در افزارشو و دارم از معاملات الگوریتمی استفاده میکنه، الان بورس اینو از کجا میفهمه؟ یکم حرف عجیب غریبی زدند و خب حالا نمیدونم، شاید این حرفشون بیشتر با کارگزاری ها و افرادی بوده که بشناسن این کارا دارن انجام میدن دیگه، این حرف هم عجیبه.
افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت تهران شتران هستش که خب امروز مدیر مالیش اومده در ارتباط صحبت کرده و گفته که افزایش سرمایه بزرگی رو باز داریم و میتونه که اتفاقات خوبی رو برای زینفعان داشته باشه. و خب ولی خب جالب اینجاست که الان مجوز افزایش سرمایه هم داده شده 24/6 و توی این چند روزه یه مقدار اوف کرده، یعنی یه مقدار که هر روز داره منفی میخوره و خب خیلی عجیب هستش، چون که الان شبندر خب داره مثبت میخوره، امروز دیدی شبریز مثبت شد و ولی خب امروز حجم خوبی زده، یعنی 232 میلیون امروز خرید شده و دیگه صفش آخر کار 22 میلیون مونده بود، 232 میلیون رو خریدن. این میتونه سیگنال خوبی برای ورود به شتران هم باشه. حالا انشاءالله بیشتر بررسیش میکنیم توی لایومون که میگم یه بوده 10-20 از نمادهایی که واقعا میتونند مؤثر باشن رو میخوام براتون بررسی کنم. سعی کنید که این لایو از دست ندید، لایو یا پنجشنبه یا جمعه برگزار میشه، در حال اطلاع رسانیش رو هم توی یوتیوب میکنیم هم توی اینستاگرام انجام میدیم و البته بعدش هم برنامه رو ذخیره میکنیم و با تمام نمودارهاش باز خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. ولی خب خیلی از دوستان میخوان که توی لایف شرکت کنن، من زودتر بهشون این نوید رو بدم. تاسیکو امروز اومد و اوراق طبعی منتشر کرد، اوراق طبعی که با سررسید سال آینده یعنی سال 1420 اردیبهشت 1400 با حداقل قیمت 1350 یعنی قیمت اعمالش 1350 و سررسیدش هم 20 اردیبهشت هستش که خب بالاخره میتونه خبری خوبی باشه برای تاسیکویی ها. یه خبر قشان اومد و منتشر کرد پگاه خراسان و اینکه افزایش سرمایه از طریق از محل تجدید ارزیابی زمینش اوکی شده و خب این کار موافقت شده باهاش که خب میتونه خبر خیلی خوبی برای سهامدارای قشان باشه. ما هر روز داریم یه خبرهای خوبی از مواد غذایی ها میشنویم، یعنی من هر روز دارم یکی دوتا خبر میگم که دونه دونه مثل این که داره براشون میاد، حالا یکیش اینه و یه خبر دیگه که ببینید امروز اومدن و اعلام کردن که درآمدهاشون، شرکت پگاه خراسان اعلام کرد که به خاطر افزایش قیمت هایی که رو قیمت شیر و کره و اینجور چیزا داشتن الان کلن درآمد کلی فروششون نسبت به پارسال یه چیز حدود 10% افزایش پیدا کرده و خب این باز میتونه نکته قابل توجهی برای مواد غذایی ها باشه، چون اونا هم احتمالا مثل همون دارویی ها این حالت رو پیدا کردن. یعنی الان بررسی میکنیم توی برنامه فردا، انشالله فردا پس فردا توی زنده یک دوتا از اینا رو بررسی بیشتری خواهیم کرد با هم دیگه و ببینیم که به چه صورتی شده. خب امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشید و تا برنامه بعد خدا نگهدار شما حساب باشه.